رشد اقتصادی ایران در سال 93 به 3% رسیده است. این را بانک مرکزی ایران اعلام کرده. اگر اینطور باشد می توان گفت که اقتصاد ایران از عملکرد ناامید کننده خود فاصله گرفته و رشد مثبت را تجربه می کند. رشد اقتصادی ایران 2 سال پیشتر از آن منفی بود، به طوری که رشد اقتصادی در سال 91 منفی 6.6% و در سال 92 منفی 1.9% بود. این یعنی اقتصاد ایران در این 2 سال کوچک و ضعیفتر از قبل شده بود. اما رشد اقتصادی ایران در سال 93 محصول چه عواملی بوده؟ در یک کلام میتوان گفت افزایش تولید کالا یا خدمات. بنابر اعلام بانک مرکزی در سال 93 بخش صنایع و معادن پیشتاز دیگر بخش ها بوده و رشد این بخش به 5% رسیده است. بخش های نفت، کشاورزی و خدمات هم در رتبه های بعدی بوده اند. با این آمارها خوشبینی نسبت به خروج اقتصاد ایران از رکود بیشتر شده است. رکود در سالهای گذشته بسیاری از واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشانده و بر میزان مشکلات اقتصادی ایران اضافه کرده است. ولی حال که بانک مرکزی ایران میگوید رشد اقتصادی در سال گذشته مثبت بوده، این پرسش مطرح است که چرا برخی از مردم میگویند اثر این رشد را بر زندگی خود حس نمی کنند و اوضاع کنونی از نظر اقتصادی و درآمدی را بدتر از شرایط سالهای قبل می دانند. به نظر می رسد پاسخ این باشد که با وجود رشد مثبت اقتصادی در سال 93 هنوز سطح تولید و درآمد به وضعیت سال 90 باز نگشته و تنها رکود سالهای 91 و 92 جبران شده است. البته اگر امسال هم رشد اقتصادی ایران مثبت و دست کم 3% باشد، شاید اقتصاد ایران به وضعیت سال 90 بازگردد و مردم تأثیر آن بر سطح رفاه خود را احساس کنند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کردند که رشد اقتصاد ایران مثبت خواهد بود. خبری خوب برای اقتصاد ایران. هرچند که بانک جهانی این میزان را 5% پیش‌بینی کرده و صندوق بین‌المللی پول حدود 1%. تفاوتی فاحش که باید دید در پایان سال 94 کدام یک درست بوده. حسام ایمانی، صدای آمریکا.